در جمهوری اسلامی بررسی عملکرد دستگاه و نهادهای وابسته مستقیم به رهبر جمهوری اسلامی غیر قانونی و ناممکن است. بنیادها، آستان قدس، نهاد نمایندگی ولی فقیه، سازمان مساجد، اوقاف، اینا جزایری هستن هر کدوم با یک حاکم گماشته رهبر به اسم متولی یا رئیس. هیچ کس حق پرسش از اونا رو نداره. برابر اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. نحوه تحقیق و تفحص در ماده 198 آیین‌نامه داخلی مجلس به این شرح آمده است. ماده 198 در اجرای اصل 76 قانون اساسی، به استثنای دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند و مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان، هرگاه نماینده تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، درخواست خود را کتباً از طریق هیئت رئیسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور را فلان 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 در اختیار وی قرار می‌دهد. پس استثنا چی شد؟ حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد مجلس، به استثنای مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم آقا امام زمان عصر هستند. یعنی اگر همه قانون اساسی و قوانین موضوعه مربوطه رو کامل و جامع هم اجرا بفرمایند، اونطور که خیلی ها میگن قانون اساسی اگر اجرا بشود گلستان میشود ایران، بازم حق پرسش از دستگاه‌های زیر نظر مستقیم رهبر رو ندارن. دستگاه‌های زیر نظر رهبر یعنی میدونین دیگه، اگر بیش از نیمی نباشه، نیمی از اقتصاد مملکت و همه فساد مملکت. حالا بعضیا بگن همین قانون اساسی رو اگه اجرا کنن، عرض کردم، ایران دیگه همه چی درست میشه. یکی از این دستگاه اوقاف، سازمان اوقاف و امور خیریه، رئیسش مهدی خاموشی، دایی زن میثم خامنه‌ای، پسر کوچیکه رهبر. یکی از پسرای مهدی خاموشی که اسمش محسن خاموشی است، با مونا چایچیان عروسی کرده. وحید اشتری، روزنامه‌نگار عدالت‌خواه، نوشت، یعنی نارنجک رو انداخت. در قزوین ما یکی از بزرگترین موقوفات چند صد هکتاری استان متعلق به حسینیه امینی ها را تقریبا به صورت رایگان به یک دختر خانم متولد 69 واگذار کردند. به خاطر احکام دادگاه و حجم پرونده هایی که دارم، تصمیم گرفتم چند خطی با مستندات و مدارک بنویسم و به هر جایی که دستم می رسید رساندم، بلکه بدون انتشار اتفاقی بیفتد. متاسفانه ماها گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. البته حدس می زدم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد، برای اتمام حجت با خودم بود. لاجرم این چند خط را اینجا می نویسم در توییترش که دیدین دیگه بخشایش. اگه جا داریم که باز نشون بدیم، باز نشون بدیم. الان در قزوین دیگر یک زوج جوان با ماهی 1,000,000 تومان بدون پول پیش یک زیرزمین در حاشیه‌ای ترین نقاط شهر نمیتوانند اجاره کنند، ولی یک موقوفه 150 هکتاری و یک دامداری 1,000 رأسی در قزوین را با همین اجاره ناچیز به خانم مونا چایچیان واگذار کردند. شخصا به آدرس مورد نظر مراجعه کردم، بلکه بتوانم از نسبت این آقازاده محترم با مسئولین کشور اطلاعی کسب کنم. از پرسجو با همسایه ها در کمال ناباوری متوجه شدم این آدرس منزل مسکونی یکی از منصوبان رهبری، یعنی رئیس سازمان اوقاف کشور، جناب حجت الاسلام مهدی خاموشی است. اینکه 150 هکتار زمین با یک دامداری 1,000 رأسی در روز روشن با ماهی 1,000,000 تومان اجاره به یکی از بستگان رئیس سازمان اوقاف واگذار شده باشد به کنار،
اینکه در تمام قراردادها بدون نگرانی رسما آدرس منزل رئیس سازمان اوقاف را قید کنند دیگر خیلی اعتماد به نفس میخواهد. خیلی مؤدبانه گفته وحید اشتری. مشخصات خانم مونا چاچیان در روزنامه رسمی: فرزند سید محمد شجاع الدین به شماره ملی فلان را از دوستانی که با خانواده آقای خاموشی در تعاملن جویا شدم متوجه شدم. متاسفانه ایشان عروس رئیس سازمان اوقاف کشور است. از طرفی چون زیر نظر رهبری است، کسی هم نمیتواند بگوید بالای چشمت ابروست و به هیچ جا پاسخگو نیست. بعد از چند دهه در اوقاف ابتدایی ترین سامانه های شفافیت که حداقل لیست اموال و املاک با مناقصه و مزایده و واگذاری را به شود دید هم وجود ندارد. امکان نظارت عمومی هم به کنار. این که منتشر شد، خب یک گوشه کوچکی از فساد یک سازمان سراسر فاسد میاد توسط یک دانشجوی همیشه وفادار به جمهوری اسلامی، نظام مقدس و البته عدالت‌خواه، پر سر و صدا. مالیات باید بده دیگه حکومت. ولوله میندازه. بلافاصله اداره اوقاف قزوین بیانیه منتشر میکنه. نوشت: جناب آقای وحید اشتری، اطلاعات شما از قوانین و مقررات موضوعات و پرونده های موقوفات بسیار ناچیز و کلی تلقی می گردد، چرا که اساساً نوع مالکیت موقوفات و حقوق مکتسبه بهره برداران برای شما کاملا مبهم، غیر علمی و غیر قابل توجیه می باشد. بعدم توضیحاتی مبهم که قضیه رو بدتر کرد در ادامه این بیانیه. حالا خواهم گفت. قبل از هر چیزی خواستم اینو بگم که انقدر در و پیکر و حساب کتاب این اوقاف تیره و دور از چشمه که تا ببینه یه جا داره رسوا میشه زود میگه تو خبر نداری، بی سوادی، فقه نمیدونی چیه، وقف و اوقاف نمیدونی چی از این حرفا. قبلا هم این اتفاق افتاده. سال 93 وقتی جعفری ایمن‌آبادی نماینده مجلس که در دوره‌های بعد البته گفتن به اسلام التزام نداری، رد صلاحیتش کردن. این آدم در جنگ سالها خدمت کرده به این نظام و همین آقای جعفری ایمن‌آبادی و اتفاقا در شمار اصولگرایان حکومت بوده هم میشه، ولی همچنان که عرض کردم در رده عدالت خواهان به نوعی همیشه سعی کرده که جلوی هر فسادی با صدای بلند وایسه. به هر حال و جانباز رو ویلچر این آدم رد صلاحیتش کردن، گفتن به اسلام التزام نداری تو، برو. بعد از این سر و صداهایی که حالا بخش دارم عرض میکنم، سال 93 بود، جعفری ایمن‌آبادی نماینده مجلس گیر داده بود که باید مجلس کاری کند که تحقیق و تفحص از اوقاف انجام بشه. حالا غیر از اینکه طبق قانونشون نمیشه، ولی به هر حال بخشی از فساد و مطرح میخواست بکنه و گوشه هایش رو به هر حال مطرح کرد. از جمله گفت بزنیم اول ادامه این ماجرا رو بگم، بعد میرسم به صحبت‌های ایمن‌آبادی. من اگه الان بخوام حرفای جعفری ایمن‌آبادی رو بگم خیلی قضیه عقب میفته. همینه که دارین میبینین. این معاون سازمان اوقاف کشور در واکنش به این ادعا گفت اینکه برخی موقوف خاری را مطرح میکنند، الفاظ و واژگان را بلد نیستند. یعنی مشکل این است که برخی سواد وقف و انفال و مدیریت و اوقاف با نگاه شرعی را ندارند. اینا رو به جعفری ایمن‌آبادی میگه ها. باید بروند یاد بگیرند و بعد سخن بگویند. تعجب ما از گفته کسانی است که باید در مسائل شرعی و قانونی آگاهی بیشتری داشته باشند. ماجرا چیه؟ بذارین اول به همون موقوفه امینی های تاکستان قزوین بپردازیم، بعد عرض کردم این قسمت رو میگم که چرا جعفری ایمن‌آبادی هم از سال 93 داره داد میزنه، میگه آقا ما هر وقت هم حرف میزنیم اینا توهین به ما میکنن. مثل این نمونه ای که عرض کردم، بروید یاد بگیرید و این داستان. وحید اشتری در توییتی که دیدین میگوید در قزوین ما یکی از بزرگترین موقوفات چند صد هکتاری استان متعلق به حسینیه امینی ها را تقریبا به صورت رایگان به یک دختر خانم متولد 69 واگذار کردند که این خانم عروس مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف کشور است. حجت الاسلام مصطفی مجیدی،
حالا اون مقدمه ای که گفتم با جزئیات داریم میریم جلو. حجت الاسلام مصطفی مجیدی مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین میاد جواب میده بلافاصله. مطلبی در خصوص واگذاری اراضی موقوفه حسینی امینی های قزوین منتشر شد که باید عرض کنم که این موقوفه به صورت غیر متصرفی مدیریت میشه، یعنی مدیریت این موقوفه در اختیار سازمان اوقاف امور خیریه نیست و متولی خاص داره. ثانیاً موقوفات کشاورزی و خدمت ارسونم زراعی در استان قزوین در دوران پهلوی از وقفیت خارج شده، به مردم در قانون اصلاحات ارضی واگذار شده، بعد از انقلاب اسلامی در قانون ابطال عرصه موقوفات به وقفیت برگشته. خب ببینید فعلا دو نکته اینجا، وقف خاصه و ربطی به اوقاف نداره حسینیه امینی ها که اصلا دعوا سره. دو، عرصه زراعی، بخش عرصه یعنی زمین های زراعی که با اصلاحات ارضی زمان پهلوی به زارعین واگذار شده بود، بعد از انقلاب به وقفیت برگشته. انقلاب سفید یکی از هدفاش برچیدن نظام ارباب و رعیتی بود و زمیندار کردن کشاورزایی که صاحب نسق بودن به اصطلاح، یعنی رو زمین مالک کار میکردن، برداشت مال خودشون بود، بهره مالکانه میدادن به مالک زمین. اصلاحات ارضی برای اینکه فئودال‌ها و زمیندارای بزرگ از بین ببره، این زمین‌های بزرگ رو تقسیم کرد بین کشاورزای صاحب نسق. زمینی که روش کار می‌کنی مال خودته. تو این زمین‌ها کلی زمین وقفی هم بود که فئودال‌ها برای اینکه تقسیم نشه وقف می‌کردن که دولت روش دست نذاره. اصلاحات ارضی آمد همین زمین ها رو هم ازشون گرفت و تقسیم کرد. جمهوری اسلامی که آمد رو کار، این زمین ها رو دوباره زمین های وقفی اعلام کرد. خب بعد دو نکته هست، وقف عام چیه، وقف خاص چیه. دونستن این نکته بسیار مهمه در این رابطه که داریم صحبت میکنیم و اصلا در پیوند با سازمان اوقاف و تمام کارهایی که داریم میکنه و کرده، از این نظر که اوقاف الان داره با گفتن اینکه موقوفات امینی ها در قزوین که صحبتش هست وقف خاصه نه وقف عام، میخواد از زیر این رسوایی در بره. حالا واقعا وقف خاصه یا عام، این مهمه. حالا برای اینکه سراغ دوباره نریم توضیح المسائل علما و جمله بندی های عجق بجقشون و اینا، همون مفهوم فقهی رو در واقع در جواب به این سوال که عرض کردم با زبون آدمیزاد از وکیل.com براتون میخونم. وقف عام عبارت است از بخشیدن عین مال برای بهره برداری از منافع آن برای عموم یا گروهی خاص که افراد آن معین نیست، مثل فقرا یا عزاداران محرم. وقف وقتی موقوف علیهم، یعنی کسی که براش وقف شده که می توانند از منافع مال بهره ببرند، عموم مردم باشند یا حتی گروه خاص هم با افراد غیر معین، این نوع وقف عام است. است که تو بیمارستان رو وقف بکنی مثلا، افراد غیر معین، نامعین، تعداد مشخص نمی کنی، ازش بهره میبرن، اینا وقف عام. حسینیه وقف عام. در وقف خاص شخص موقوف علیه، یعنی کسی که براش وقف شده، به اسم اون وقف شده، کاملا مشخص است حتی اگر تعداد آن زیاد باشد. وقف خاص عبارت است از بخشیدن منافع مال برای اشخاص یا شخص خاصی در حالی که عین مال باقی میماند. مثلا شخص اعلام می‌دارد که مغازه خود را وقف سه فرزند آقای الف می‌کند، یا اینکه حتی بگوید این خانه را وقف می‌کنم برای تمام اقوام و خویشاوندان درجه یک و درجه دو آقای الف. مثلا هست آیت الله فلان میکنن دیگه. در این مورد با اینکه تعداد زیاد است اما مشخص است که موقوف علیه، کسایی که براشون وقف شده، چه کسانی هستند، اینو نمیتونه دولت بره بگیره، وقف دیگه. خودشون هم نمیتونن خرید و فروشش بکنن، زمیناشون که قطعا نمیتونن خرید و فروش بکنن. حالا صحبت میکنیم تفاوت در تعیین متولی، حالا تو هم تو وقف عام هم تو وقف خاص. برای تعیین متولی کسی که اونجا رو اداره میکنه، اول از همه این حق واقف است، کسی که وقف میکنه، کسی که وقف کرده، که متولی را مشخص کند. ولی اگر به هر دلیلی وقف کننده برای موقوفه متولی تعیین نکند،
در صورتی که مال وقف عام باشد، حاکم شرعی که در زمان حاضر همان اداره اوقاف است متولی موقوفه می شود. اما اگر مال وقف خاص باشد، همان افرادی که موقوفون علیهم هستند، یعنی به اسمشون هست، اونجا به اسمشون هست، خود موقوفه را اداره میکنن. حسینی امینی ها در چه وضعیه؟ به اسم کیه؟ حدود 145 سال پیش در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، این خانه و حسینیه متبرک به دستور حاج محمد رضا امینی ساخته شد و وقف امور خیریه شد. محمد رضا امینی برای خیرات و مبرات در سال 1303 هجری قمری روستاهای را جهت روضه‌خوانی در عزاداری‌های محرم و اطعام مساکین در این ماه و همچنین ماه‌های صفر و رمضان وقف این حسینیه کرد. در حال حاضر این عمارت دارای چند صد هکتار زمین است. دیگه از این واضح تر وقف عام دیگه از این واضح تر با این وجود مجیدی مدیر کل اوقاف امور خیریه استان قزوین چنان که شنیدین گفت حسینی امینی ها وقف خاص ربطی به اوقاف نداره. دروغه. به فتوای خمینی که اینا نمیتونن بزنن زیرش، چون وقف ابوالفضله این حسینیه و تمام چند صد هکتار زمینش و عقدنامه اصلی آقای محمد رضا امینی، حاج محمد رضا امینی، اینو وقف ابوالفضل کرد. خب خمینی در توضیح مسائلش میگه اگه وقف ابوالفضل باشه همش وقف عامه. سوال در توضیح مسائل خمینی: وقف بر فقرا و مساجد و روزخانی وقف عام است یا وقف خاص؟ جواب: بسمه تعالی، اگر وقف بر مطلق فقرا یا مساجد یا روزخانی باشد وقف عام است. خب حسینی امینی ها که حاج محمد رضا امینی اونو واسه روزخونی و مراسم مذهبی مخصوصا محرم وقف کرده بود و از مناطق و روستاهای اطراف هم میآورد واسه نذری خوری و بهره بری از وقف ابوالفضل، وقف عامه. هرچند که تا 99 نسل اونو وقف فرزندان ذکورش کرده باشه، اما امینی صاحب فرزند پسر نشد و هم اکنون جلال امینی خانه را اداره می کند که از فرزندان برادر اوست. امینی از ارباب و تجاری بوده است که رعیت داشتند، بنابراین یک سری موقوفات را در نظر میگیرند که عواید آن برسد به تعمیر و نگهداری حسینیه و راهی برای تعمیر و مرمت و هزینه رعیت ها بوده است. یعنی چی؟ یعنی بعد از مرگ او سند و اموال و همه چیز این حسینی افتاد دست اوقاف. تو جریان مبارزه با نظام ارباب و رعیتی زمان انقلاب سفید شاه و اصلاحات ارضی تقسیم شد بین کشاورزانی که روش کار میکردن، بعد از انقلاب باز به طور یک پارچه رفت زیر نظر اوقاف. ضمناً حسینیه امینی ها جزو بناهای ملی ثبت شده و وزارت میراث فرهنگی هم متولی حفظشه. چجوری افتاد دست عروس رئیس سازمان اوقاف؟ بر اساس آنچه خانواده امینی ها میگن، متولیش گرچه موروثی است اما چون وقف عامه، اوقاف نظارت استثوابی بر اون داره. این هم تو قانونشون. یعنی چی؟ یعنی هم ناظر است هم دخالت کننده. دعوایی که سر شورای نگهبان میشه که اصلاح طلبا میگن اگر نظارت استثبابی برداشته بشه ایران گلستان میشه، نظارت استطلاعی میگن فقط خبر داشته باشه، اطلاع داشته باشه. نظارت استثبابی یعنی خودش تعیین میکنه، دخالت میکنه و حرف آخر رو میزن. در وقف همین نظارت استثبابی هست زمانی که اوقاف در اداره کننده خلاصه اونجاست به طور کامل. متولی هم داره ولی اوقافه که نظارت استثبابی داره، یعنی تعیین میکنه که چی فروخته بشه چی خریده بشه. تا اوقاف نگه چنین چیزی ناممکنه، بدون تایید اوقاف نمیتونه متولی کاری انجام بده. اینو میگه نظارت استثبابی در وقف.
وقفه عام اگر متولیش و حتی اداره کنندش اوقاف نباشه، قطعا زیر نظر اوقاف اداره میشه و اوقاف تصمیم گیرنده است، یعنی میتونه متولی رو عوض کنه. کما اینکه یکی دو سال پیش، فکر کنم سال پیش بود، که میخواست این کارو بکنه به بهانه اینکه خانم بی حجابی یا کم حجابی به قول خودشون اونجا رفته و عکس گرفته و نمیدونم عکسش چاپ شد و گفتن که خب اینو بهانه کرده بود اوقاف که متولی رو ما باید عوض بکنیم، برای اینکه خودش بیشتر بیفته روش، دعوایی هم با خانواده امینی ها نداشته باشه و اینا، که اون متولی که نتیجه برادر واقف اصلی بود، نتیجه برادر محمد رضا امینی بود، به دادگاه شکایت کرد با روابطی که با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان آیت الله علایالدینی و نهایتا قاضی پرونده داشت. موضوع بحث ما نیست، من با جزئیاتش کاری ندارم. به هر حال متولی نذاش عوضش کنن لااقل تا الان. منافعی که متولی داره کم نیست. آخه اجاره تمام زمینای زراعی روستای اطراف که در شمول زمینهای وقفی هستن میگیره برای حفظ ساختمان وقف و برگزاری مراسم محرم و رمضان. اینو چقدر میگیره، چقدر خرج میکنه؟ همش از خودش. یعنی دعوای منافع این وسط. خواهران و برادران گرامی، بسا در سازش 5 یا 7 سال پیش از این، میگم 5 یا 7 سال پیش از این، برای اینکه اختلاف از در بین علما میگم، حالا شایدم به خاطر سازش بخشی از این موقوفه رو مفتکی اجاره داده به محسن خاموشی، پسردایی زن میثم خامنه‌ای که باباش رئیس کل اوقافه، یعنی رضایت داده به این موضوع. دعوا نکنه. ابوالفضل امینی ها فرزند متولی خانه حسینیه تاریخی امینی ها در گفتگو با خبرنگار ایلنا در قزوین، ضمن تأیید صحت اجاره موقوفات چند صد هکتاری استان قزوین به عروس حجت الاسلام خاموشی گفت: در خبرها آمده که این اراضی با 1,000,000 تومان اجاره به خانم چایچیان واگذار شده، در حالی که اجاره بهای ماهانه حدودا 900,000 تومان ماهانه است. این خانم همچنان به عنوان مستأجر اوقاف قرارداد دارد. من وقتی روی کار آمدم دیدم این خانم مستأجر ماست، اما به ما فشار می آوردند که صدایش را در نیاوریم. چرا؟ چرا؟ حالا که هول شدین اومدین هی بیانیه میدین، مصاحبه میکنین فلان، چرا فشار میارین میووردین که صداشو در نگیرین؟ چون هیچ چیتون بر اساس قانون خودتون نیست و هیچ جوری نمیتونین از رانت و زمینخواری و دزدیاتون که سر در بیت رهبر معظمتون داره دفاع کنین. میگین هیست بذار کارمونو بکنین. حسینی قزوین وقف عامه که متولیش آدم حقیقیه ولی تحت اداره اوقافه و اوقاف دروغ میگه که تحت اداره من نیست. قبل از انقلاب با قانون اصلاحات ارضی وقف خاص دست نخورده باقی موند، ولی وقف عام که زیر نظر دولت و اداره اوقاف بود بین کشاورزا تقسیم شد. قانون اصلاحات ارضی مسبب 24 اسفند 1338 که دعواش کشید تا دولت امینی 1341 عملی شد در واقع. فصل دوم ماده دوم: حد اکثر مالکیت زمین هر شخص در تمام کشور اهم از قطعات متصل یا مجزا مجموعاً 400 هکتار از اراضی آبی و یا 800 هکتار از اراضی دیم و بایر است و مالک می تواند به میل خود زمین مورد تشخیص خود را به مقدار معین فوق از اراضی متعلق به خود انتخاب کند. تبصره 1: در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقف خاص شده است، برای هر یک از موقوف علیهم، کسایی که براشون وقف شده، تا میزان مقرر در ماده، یعنی همون 400 هکتار از اراضی آبی، 800 هکتار اراضی دیم یا بایر، کماکان به صورت وقف خاص باقی خواهد ماند که میگه ما کاری بهش نداریم. روشن شد؟ میگه مالک همینقدر میتونه برداره، حالا میخواد 10,000 هکتار باشه، همینقدر میتونه مالک برداره، مالکش بشه. همینقدر هم اگر وقف خاص باشه، یعنی اگر در کنارش اینو داده باشی به آدمایی که مثلا به چه میدونم وقف پسر حجمم قلی کرده باشی،
باز اونم به همین میزان، بقیه شخصی میشه، میره دست کشاورزان. استثناها هم داشته است، البته مستثنیات به قرار زیر است: اراضی املاک آستانه قدس رضوی، مسجد گوهرشاد، آستانه حضرت معصومه، آستانه حضرت عبدالعظیم، شاه چراغ، شاه نعمت الله ولی و مدرسه عالی سپهسالار و شیر و خورشید سرخ و سلطان علی شاه گنابادی و مسجد سلطانی تهران، همچنین املاکی که به منظور امور خیریه یا عام المنفعه یا آموزش و پرورش به مؤسسات خیریه واگذار شده یا می شود، و همچنین املاک موقوفه عام که به مصرف امور خیریه و عام المنفعه می رسد، و همچنین املاک پهلوی. اینا تقسیم بندی اصلاحات ارضی خلاصه روش انجام نمی شده، نشد. یعنی حالا اینا رو بزنید کنار، همه اونایی که انجام شد موقعی که انقلاب شد، بعد از انقلاب خمینی حکم داد که همه زمین‌های وقفی که در جریان اصلاحات ارضی تقسیم شدن دوباره جزء املاک وقفی به حساب بیان، برن زیر نظر اداره سازمان اوقاف. موقع حج اوقاف خامنه ای هم همین رویه خمینی رو ادامه داد. پرسش در توضیح مسائل ایشون: یک زمین مزروعی وقف خاص بوده، در اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده و مبلغ تعیین شده زمین را زارعین پرداخت کردند که اسناد وجود دارد. آیا زمین هنوز وقف است یا خیر؟ حضرت آیت الله العظمى خامنه ای مد ذله العالی چه میدونم، در فرض جواب: در فرض مذکور اگر وقف محقق شده بوده، معامله باطل و زمین باید به حالت اول و وقف برگردانده شود. میگه معامله یعنی اون که در اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده فلان، باطل، اون معامله باطل، باید دوباره به حالت اول و وقف برگردانده شود. که چه شود؟ که سازمان اوقاف کلشو بخوره. وقتی هم مچش گرفته شد بگه این از اول وقف خاص بوده، به ما ربطی نداره، برین سراغ خانواده متولی فلان اینا. ما این وسط فقط پول پذیرش و واسطگی اجاره احتمالیشو میگیریم، اگه کسی به کسی اجاره بده، بقیهش به ما مربوط نیست. موقوفات کشاورزی و خدمت ارسونم زراعی در استان قزوین در دوران پهلوی از وقفیت خارج شده، به مردم در قانون اصلاحات ارضی واگذار شده. بعد از انقلاب اسلامی در قانون ابطال عرصه موقوفات به وقفیت برگشته و حقوق موجود در اراضی موقوفه اعیانی ها، زراعت ها متعلق به مردم و زارعینه و این حقوق به صورت قانونی و طبیعی حق مسلم مردمه که قابل خرید و فروشه، بین خودشون خرید و فروش میکنن. فقط یک پذیره نقل و انتقالی که بین خریدار و فروشنده اتفاق میفته بر اساس قیمتگذاری کارشناسی رسمی دادگستری 10 تا 15% بسته به نوع کاربری به موقوفه تعلق میگیره. در این پرونده ای هم که اشاره شده امروز در فضای مجازی دقیقا همین اتفاق افتاده. خب دیگه خودتون قضاوت کنین دیگه، من عرض کردم بخشی از گوشه های قضیه رو. افزون بر اینکه هیچ خرید و فروش اتفاق نیفتاده، برعکس حرفایی که این آخونده میزد، ملک وقفی فقط از یک مستأجر به مستأجر دیگه منتقل شده. هزینه انتقالم 340 میلیون تومان به اوقاف قزوین پرداخت شده. این کار اوقاف هست، این پذیره انتقال بهش میگن به اصطلاح. دفعه اولا بخوای اجاره بدی باید هم این کارو بکنی. حالا میگه 340 میلیون تومان اینجا، بستگی به متراژ داره، جاش داره، چه میدونم قیمتش داره. ملک وقفی که اصلا قابل فروش نیست که میگه خرید و فروش شده. یعنی عرصه و اعیان که میگن، عرصه میشود زمین، اعیان میشه بنا و ساختمون. عرصه و اعیان وقفی اصلا زمینشون قابل فروش نیست. این بابا اومده به اونان رئیس اوقاف استان قزوین توضیح میده، مثلا قضیه رو روشن ماسمالی کنه. ببینید طبق اسنادی که هست، این اسناد ببینید تاریخ، توجه بفرماییم تاریخ بالای اسناد، تاریخ سال 97 رو دارن، یعنی وقتی مهدی خاموشی شد رئیس اوقاف سال 97، قبلش رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بود، 97 شد رئیس اوقاف. همون سال 97 سند زدن که از سال 1400 تا 1403 اینجا اجاره داده می شود به مونا چایچیان.
برای 3 سال بعد تو فیلمی که خبرگزاری سپاه ببینین، کلمو زدم 1000 بار به دیوار، واقعا نمیتونم حرف بزنم. ببینین سندی که دیدین تاریخ سال 97، یه بار دیگه میگم سال 97 نشستن امضا کردن، سند زدن، گفتن سال 1400 تا 1403 این زمین میره در اجاره خانم مونا چایچیان، زن محسن خاموشی، پسر مهدی خاموشی رئیس اوقاف. همون سال 97 هم مهدی خاموشی میشه رئیس اوقاف. یعنی صبر نکردن که، یعنی کادو به هم دادن، صبر نکردن که بذار مثلا 1400 برو سند امضا کن فلان، همه چی هم قانونی، همه چی هم شما میگین درسته. 1400 باید این کارو بکن، نه سال 97 برای 1400. تو این 3 سال 1000 جور سیب که میره بالا تا بیاد پایین 1000 چرخ میخوره. چرا سال 97؟ بعد تو فیلمی که خبرگزاری سپاه فارس در آورده به همه نشون داده، تو صدا و سیماشون اینا رو خبرگزاریش میگه اینجا سال 95 به محسن خاموشی فروخته شد، به پسر مهدی خاموشی، که عرض کردم مثلا فروشی در کار نیست، چون وقف عامه، وقف خواستم تا مدت وقف تموم نشده قابل خرید و فروش نیست. و اینجا هم که اون ادعای اول این است که تا 99 فرزند ذکور وقف خاص است. خب وقف خاصش هم که تمام نشده، چیز قید و فروش شده. به هر حال میگه سال 95 به محسن خاموشی فروخته شد و 3 سال بعد هم محسن خاموشی منتقلش کرد به زنش مونا چایچیان. سندم نشون میده، ببینین ۲۵/۱۳۹۵ آقای صفوی که مالک 450 هکتار بوده، 150 هکتارش که 120 هکتارش در واقع سهم وقفه و 30 هکتارش سهم مالکانه خودش بوده رو به آقای خدمت عرض کنم که محسن صد خاموشی میفروشه. در سال 1399 سند رسمی موقوفه آقای خاموشی که سند وکالتنامه داشته آقای محسن به نام خانومش معرفی میکنه و سند رسمی با موقوفه رو در سال 99 تنظیم میکنه. برای تنظیم سند عرض کردم 340 میلیون تومان با همون فرمولی که تعریف کردم حق پذیره انتقال به موقوفه پرداخت میکنه، 1.32 میلیون تومان بله. و 1.4500 که جمعش میشود خدمت عرض کنم که حدود 37 میلیون تومان برای 3 سال اجاره با حق. اینم در جریان باشید، یعنی سالی حدود 12,200,000 تومان، نه سالی 1 میلیون تومان. سالی 12 میلیون میشه ماهی 1 میلیون تومان. اولا هیچ کس نگفته سالی 1 میلیون تومان. وحید اشتری هم نوشته ماهی 1 میلیون تومان، براتونم خوندم توییتشو، دوبار دیدیم. این دیگه خلط مبحث نیست که این آخونده میکنن، خیلی هم جدی، فقط دروغ آگاهانه است. یا چه میدونم، شاید هم ناآگاهانه است که اینقدر هول شدن چجوری جواب بدن که وقت نکردن قبلش دقیق مطالعه کنن. همون توییتو ببینن که نوشته ماهی 1 میلیون تومان. ماهی 1 میلیون تومان برای اجاره 150 هکتار زمین زراعی و دامداری محصور شامل پرورش گاو و شتر مرغ توی سند نوشته و دارای انشاب برق و گاز و 1 حلقه چاه آب. بعد این نکته هم که میگه آقای محسن، آقای صفوی اجاره داده، محسن صفوی اجاره نداده، محسن صفوی یه شرکت خانوادگی میزنه به اسم کشت و صنعت روزبها که دارین میبینین سال 83 اینجا رو اجاره میکنه به اسم این شرکت، فقط امضا میکنه سال 97 که دیگه در اجاره من نیست، تمام، مستاجر قبلی بوده، امضاش اونجاست. همین زمین اوقافی، بذارین ادامه رو عرض بکنم تا میرسیم، زمین اوقافی به ملکی گفته میشود که مالک آن زمین را برای امور خیریه وقف کرده است. با توجه به این تعریف ساده از زمین های اوقافی به راحتی میتوان حد زد که در حال حاضر مالک این زمین ها اداره اوقاف و امور خیریه است. هر گونه خرید و فروش، اجاره یا دخل و تصرف در املاک اوقافی تحت نظارت اداره اوقاف و امور خیریه باید انجام گیرد. بعد تاریخ اسنادی که تو این ویدیو از رئیس اوقاف قزوین دیدیم با اسنادی که وحید اشتری منتشر کرده فرق داره.
تاریخ اسنادی که نشون داد، اینجا داریم میبینین تاریخ ها، این اسنادی است که وحید اشتری منتشر کرده. تاریخ ها دوم اردیبهشت 1397، 2/2/97 اینجا هم عرصه هم دامداری در اردیبهشت 97 اجاره داده شدن به مونا چایچیان برای سال 1400 تا 1403. حالا اشاره کردم که همون سالی که مهدی خاموشی میشه رئیس اوقاف این قرارداد امضا میشه، در حالی که مربوط به 3 سال بعدشه. حالا تو سندی که رئیس اوقاف قزوین نشون داد، فیلمش رو دیدین، تاریخ سند به جای 2 اردیبهشت 97 25 اسفند 95، بقیه سند همونا 25 اسفند 95، میگه محسن خاموشی گلپسر مهدی خاموشی رئیس اوقاف و شوهر مونا چایچیان سال 95 اینجا رو میخره، سال 99 به اسم زنش میکنه، 340 میلیون تومان فقط حق حساب میده به اوقاف و اونان حق پذیری انتقال. این داستان از کجا در اومده؟ از تو این تغییر تاریخ اسناد دنبال چی هستن؟ اشاره کردم دیگه، حالا بازم خواهم گفت. اما یه نکته مهم دیگه، از خرید و فروشی در کار نبوده و نیست، چون وقف نمیشه خرید و فروش کرد. اینو عرض کردم، ببینین کاملا روشن است، همین املاک هم تو همین سند دارین میبینین که این املاک فروخته نشده، نمیشه بشه. اجاره وقف هم همیشه ممکنه، هم وقف خاص و هم وقف عام. موجر یعنی اجاره دهنده هم محمد علی امینی هاست که مرده و متولی فعلیش طبق این سند جلال امینی هاست، با نظارت قانونی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تاکستان قزوین. رو سند اینا نوشته به روشنی. این قاطی پاتی کردن تاریخ ها و اسم آقای صفویه رو آوردن به عنوان مالک و فروشنده و اجاره دهنده که همش دروغه، در حالی که موجر یا اجاره دهنده طبق سند محمد علی امینی هاست با نظارت سازمان اوقاف. اینا فقط مهالود کردن فضاست تا حقیقت قضیه دیده نشه. حتی دو برگ سندی هم که آوردن تو سیمای آقایون خبرگزاری سپاهشون نشون بدن تا رد گم کنن، مشتشون رو بیشتر با میکنن. همین عرض کردم که برای چی آخه این کار میکنی؟ توضیح رئیس اوقاف قزوین با همین دو برگ سند که خودشون برده خانایی نداره. من برای جنبندی خدمتتون عرض کنم، اوقاف سه تا دلیل اصلی میره تا افشاگری درباره موقوفه امینی ها و رئیس اوقاف رو رد بکنه. یک، این ملک موقوفه خاصه و ربطی به اوقاف نداره، که فکر میکنم به اندازه لازم دستتون اومد که چقدر توجیهش بیپایه است. دو، این ملک رو محسن صفوی از موقوفه امینی ها دهه 70 خریده بود، سال 95 میفروشه به محسن خاموشی، که عرض کردم اولا ملک وقتی قابل خرید و فروش نیست که مالک آقای صفویه بوده باشه، اصلا حرف پرتیه. و بعدم گفتم دیگه. حالا ثانیا، طبق قوانین شرعیه و فتاوی علمای اعلام از جمله آیات عظام خمینی و خامنه‌ای، ملک به دلیل وقف عام بودن فقط میتونست توسط اوقاف با در نظر گرفتن جمعی شرایط، یعنی با راضی کردن متولی، برای مدت معین اجاره داده بشه، همینطور که عملا داده شد، اجاره داده شد. ولی اوقاف داره دروغ بافی میکن که نگن تو کردی. من نمیخوام بگم خانواده امینی هم داره یه جوری همکاری میکنه، یا به زور یا اختیاری، چه میکنه. سوم این که اوقاف در این توجیه میگه به اوقاف و مخصوصا رئیس کل اوقاف ربطی نداره، چون ایشون سال 95 رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بودن، سال 97 شدن رئیس اوقاف. حالا اگرم خیلی میخواین یک رئیس کل اوقاف بگیریم، این قبلیه رو میگیره. ایشون سال 97 شدن رئیس اوقاف. حالا فهمیدین چرا تاریخ سند به جای سال 97 که اصلشه، سال 95 زده میشه تو سیمای آقایون نشون داده میشه.